درود بر شما بینندگان گرامی برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. مقاومت مسلحانه در شرق حلب پس از سالها درگیری و مهاجم محاصره سه‌شنبه هفته گذشته با شکستی سنگین برای شورشیان به پایان رسید و نیروهای دولتی سوریه با حمایت و پشتیبانی روسیه و جمهوری اسلامی ایران توانستند مخالفان را از شرق حلب خارج و کنترل آن را به دست بگیرند. نبردی که به عرصه رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده، حالا ورق را به نفع بشار اسد برگردانده. تصرف حلب برای بشار اسد بدون حمایت مالی و نظامی تهران ممکن نبود و جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده در آن داشت. حالا ایران نه تنها بر سرنوشت این جنگ تاثیر گذاشته، بلکه نگرانی‌ها را از تقویت نفوذش در منطقه بالا برده. اما چرا موسکو و تهران در حالی که دولت و ارتش سوریه در آستانه فروپاشی قرار داشت بران شدند تا هر طور شده جلوی سقوط اسد را بگیرند؟ در این برنامه میپرسیم همکاری موسکو و تهران درباره سوریه تا کجا پیش خواهد رفت و آیا تصرف حلب مقدمه‌ای برای پایان جنگ سوریه است؟ مثل هر شنبه اینجا در استودیو همکارم علی اصغر رمضان‌پور با من و شما هستند تا علاوه بر این موضوع نگاهی هم داشته باشیم به دیگر تحولات هفته گذشته. با ما همراه باشید. سلام بر شما آقای رمضان‌پور. هفته گذشته خبر تصرف حلب انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و منابع خبری داشت. به هر حال ایران به همراه روسیه توانستند رژیم بشار اسد رو پشتیبانی کنند و تصرف رو بخش شرقیش رو در کنترل و اختیار کامل نیروهای دولتی سوریه قرار بگیره. به این صورت به نظر شما چرا روسیه و جمهوری اسلامی ایران تا این اندازه با هزینه سیاسی و مالی فراوان پشت نظام سوریه تا این حد ایستاده؟ خب من اول از شما و بینندگان عذرخواهی بکنم به خاطر این صدای گرفته به خاطر سرماخوردگی. من فکر میکنم که مسئله رو باید در یه تحول تاریخی دید که اون چیزیه که درگیری های سوریه در واقع در چند سال گذشته نشون میده که روسیه و ایران براشون مهم بوده که به هر قیمتی که هست بشار اسد رو حفظ بکنن تا در واقع اون چیزی که در ایران بهش گفته میشه، یعنی در جمهوری اسلامی بهش گفته میشه که خط مقاومت در برابر اسرائیل حفظ بشه. البته ما میدونیم که از نظر عملی اسم این مسئله مقاومت در برابر اسرائیل، وگرنه در عمل مسئله مقاومت یا در واقع حفظ جبهه ایران و روسیه و بشار اسد هست در برابر عربستان و سایر کشورهای عربی که در واقع سیاست نزدیکتری به غرب دارن. خب این یک مسئله تازه‌ای نیست، اما مسئله‌ای که در این هفته‌های اخیر باعث شد و ما در شهر حلب اون می‌بینیم پیامدهاش رو انتخاب ترامپ. یعنی من فکر می‌کنم باید به این دو قطب مسکو و تهران یک قطب دیگر رو هم اضافه کرد و اون واشنگتنی هست که ترامپ در اون عنوان رئیس جمهور منتخب کار میکنه. اگر نگاه کنیم به تصاویری که الان در روزهای اخیر از حلب منتشر شده، شما مناطق وسیع رو میبینید که در اثر بمباران اصلا با خاک یکسان شده، حملات متعددی که صورت گرفته. یعنی در هفته های گذشته شدت حملات روسیه و همینطور گسترش و حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای شیعه‌ای که در واقع از طرف سپاه پاسداران حمایت میشن در حلب به طوری افزایش پیدا کرده بود که انتظار میرفت که در واقع این هجوم گسترده مخالفان بشار اسد رو مجبور بکنه که اونجا عقب نشینی بکنن. نشانه های این رو ما در این میبینیم که جان کری که در واقع داشت با وزیر امور خارجه روسیه بر سر مسئله آتش بس گفتگو میکرد، عملا در هفته های اخیر به این دلیل که دیگه آینده ای نداشت و ترامپ اومده بود نمیتونست مذاکرات را ادامه بده. حتی اگر به در واقع سخنان نماینده سازمان ملل در سوریه هم نگاه بکنیم این موضع ضعف رو در برابر روسیه میبینیم. بنابراین میشه گفت که گرفتن حلب توسط نیروهای مشترک بشار اسد و پوتین و
آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران اولین پیامد نزدیکی سیاست بین ترامپ و پوتین در منطقه هست و بدون حضور ترامپ و اون خلأ سیاسی که در واقع در پی اون ابهامی که در رهبری نظامی آمریکا هم در روسیه در سوریه وجود داشت، عملا تصرف این شهر امکان پذیر نبود. بنابراین ما باید علاوه بر تلاش روسیه و ایران به سهم ترامپ هم در این واقعه اشاره بکنیم که در واقع به نوعی نیروهای سیاسی و نظامی مقابل روسیه و ایران رو از منطقه خارج کرد و باعث شد که شهر علب در واقع سقوط بکنه. اگر این فاکتور مهم رو که شما بهش اشاره کردین، همون انتخابات در آمریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری، اگر این رو کنار بذاریم، به غیر از همکاری مشترک ایران و روسیه در جنگ سوریه، ایران چه دلایل مشخص دیگری برای افزایش تقویت و نفوذ خودش در سوریه داره؟ خب ببینید، ایران هم سیاست منطقه‌ای خودش رو در نظر میگیره، برای اینکه میخواد نفوذ عربستان رو در منطقه کاهش بده. تسلط بر سوریه به او اجازه میده که دامنه در واقع عملیات خودش رو در لبنان گسترش بده، موقعیت ایران رو در برابر ترکیه تقویت میکنه، امکان گسترش عملیات در یمن رو به ایران میده، که خب اینا سیاست‌های منطقه‌ای ایرانه. اما من فکر میکنم عامل مهمتر از اینها پیامدهای داخلی اون برای رهبران ایران هست. یعنی آقای خامنه‌ای همیشه از سیاست در واقع ایجاد رویارویی با غرب در منطقه خاورمیانه به عنوان یک عامل سیاسی استفاده کرده برای افزایش فشار در داخل و تعیین سیاست‌های داخلی. بنابراین میشه گفت که این در واقع تصرف حلب به این یکی از دلایلی که برای آقای خامنه‌ای احتمالاً مهمه اینه که میتونه اونو به یک شرایطی بعد از برجام در واقع نزدیک بکنه که مسئله سیاسی رو در ایران در آستانه انتخابات، یعنی ما زمان کمی تا انتخابات ریاست جمهوری داریم، اون مسئله برجام و اون شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات دیگه عملا اهمیت زمانی خودش رو از دست داده. و به همین دلیل هم شما اگر نگاه کنید در روزهای اخیر سپاه پاسداران در سطح شهرها شروع کرده به پلاکارد زدن، سرمقاله کیهان رو اگر نگاه بکنید و همینطور خبرگزاری فارس از آغاز یک دوران تازه حرف میزنن. بنابراین میشه گفت که از نظر داخلی هم برای جمهوری اسلامی، برای آقای خامنه‌ای مهمه، به این دلیل که موضع تندروها رو در هدایت سیاست خارجی ایران تقویت. به موضوع برجام می‌پردازیم، اما بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفیران ایران و روسیه رو فرا خونده و مراتب اعتراض بریتانیا رو به اونا ابراز کرده در خصوص بحران حلب و گفته که این دو کشور نظامیان و غیر نظامیان رو با هم در حلب به هر حال مورد حمله قرار دادن و تفاوت میان نظامیان و غیر نظامیان قائل نشدن. اما به نظر میرسه پشت این نگرانی یک نگرانی عمده دیگه ای هم وجود داره و اون نگرانی از حضور و افزایش دامنه نفوذ ایران در منطقه است. این نگرانی چقدر جدیه؟ خب من فکر میکنم که نگرانی از دامنه حضور ایران که امر تازه‌ای نیست. اون اتفاقی که افتاده که مجبور میکنه نماینده امریکا در شورای امنیت رو که با لحن تند صحبت بکنه، آقای حتی کری که سعی میکرد لحنش راجع به ایران حفظ بکنه، وزیر امور خارجه آمریکا، از ایران و روسیه به عنوان عاملان جنایت جنگی در شهر حلب نام میبره و یا وزیر امور خارجه بریتانیا احضار میکنه سفر ایران روس، ایران و روسیه رو، بیش از همه چیز به نظر من دلیلش این است که ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه عملا کارهای خودش رو از دست داده. بنابراین به جای اینکه بتونه در صحنه عمل نظامی و سیاسی در سوریه اقدامی در برابر شهر حلب انجام بده، از طریق فشار آوردن دیپلماتیک به ایران و روسیه در واقع داره اون فضای سیاسی رو ایجاد میکنه
که بگه که با تصرف حلب مسئله در سوریه پایان پیدا نکرده. الان موضع انگلستان و امریکا و غرب کلا این هست که مسئله در سوریه پایان پیدا نکرده، در حالی که آقای پوتین از این حرف میزنه که خب ما دیگه باید بریم به سمت مذاکرات با مخالفین و حتی محل مذاکره رو هم تعیین میکنه که جایی در آسیا باشه نه در غرب یا بون که مثلا همیشه یا در وین که همیشه مذاکرات صورت میگیره. بنابراین به نظر میاد که الان دو سیاست هست، سیاست ایران و پوتین این هست که مسئله سوریه رو میخوان پایان یافته نشون بدن، سیاست غرب و بریتانیا این هست که با از طریق فشار آوردن و ایران رو و روسیه نشون بدن که بس در مورد سرنوشت حافظ اسد هنوز ادامه داره. نبرد حلب نشون داد که به هر حال روسیه و ایران دست برتر رو دارن. عملکرد غرب و کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا و متحدینشون رو توی سوریه و به خصوص تو نبرد حلب چجوری عرضه بگاهی میتونیم بگیم که آمریکا شکست خورده در این مسئله یا اینکه به هر حال بیگدار به آبزده تا حدی؟ یک نظر همینه، یعنی یک نظر غالب در رسانه ها این هست که غرب و امریکا از آغاز در واقع شورش و اعتراض علیه بشار اسد برآورد درستی از توان سیاسی نیرو نداشتن و بعد هم که در واقع در جریان ادامه اعتراض علیه بشار اسد از طریق دادن پول و اسلحه به اونها کمک کردند پیگیر نبودن. یعنی در یک مقطعی دو سال پیش که حتی بحث بر این بود که از طریق حملات هوایی به ارتش سوریه در واقع کمک بکنن به شورشیان، این رو تصمیم رو متوقف کردن. بنابراین میشه گفت که سیاست غرب هم نامنسجم بود. شما ناهمخوانی رو بین امریکا، انگلیس، فرانسه و حتی آلمان در پاره زمینه ها میبینید در برخورد، سیاست مداومی نداشت، یعنی در واقع هر سال در واقع سیاست غرب به حدی تغییر میکرد و به خصوص این که فشار گروه های حقوق بشری و در واقع افکار عمومی در غرب اجازه حضور جدی غرب رو در سوریه به نیروهای غرب نمیداد. بنابراین میشه گفت که عملا دست غرب در سوریه به میزان زیادی بسته بود و احتمالا روسیه و ایران این مسئله رو بسیار بهش توجه کرده بودن. اشاره کردید که غرب منسجم عمل نکرد، اما روسیه و ایران خب خیلی منسجمتر عمل کردن توی این مسئله و گفته شد که قاسم سلیمانی شخصا به روسیه رفته و خواسته که از روسیه وارد نبرد حلب بشه. آیا میشه گفت که در این نبرد روسیه بر ایران تاثیرگذار بوده یا ایران بر روسیه و همکاری این دو کشور تا کجا پیش میره؟ خب در واقع اگر به جریان عملیات نگاه بکنیم در حلب، اون اتاق هدایت عملیات در اختیار روسیه است، هدایت در واقع هوایی، حمایت هوایی رو روسیه انجام میده، نیروهای زمینی رو در واقع سپاه عمدتاً برای تقویت نیروهای بشار اسد هدایت میکنه. بنابراین میشه گفت که نقش اصلی رو در رهبری سیاسی و نظامی روسیه بازی میکنه، ایران به عنوان همپیمان اون در واقع عمل میکنه و به همین دلیل هم است که اگر به صحبت‌های مقامات دولت سوریه نگاه بکنیم الان از این حرف میزنن که آینده سوریه رو در واقع به همکاری روسیه و ایران و دولت سوریه تعیین میکنه و در واقع به نوعی به طور تلویحی تبعیت دولت سوریه از سیاست روسیه رو تایید میکنه. بنابراین میتونیم بگیم دست برنده رو بیشتر روسیه داره و ایران به عنوان کسی که در سایه حمایت روسیه عمل میکنه اون چیزی رو که ادعا میکنه که پیروزی هست در حلب به دست آورده. از اینجای کار به بعد آیا میتونیم بگیم که ورق جنگ به نفع بشار اسد تغییر کرده و حالا بشار اسد دست پر داره تو این مسئله؟ میشه گفت که بشار اسد در موقعیت بهتری نسبت به هفته های گذشته قرار گرفته، ولی باید گفت که دست پر رو بیشتر پوتین و ترامپ در این مسئله دارن تا بشار اسد و حتی ایران. چشمانداز صلح در سوریه رو شما چگونه میبینید؟ به هر حال شرایط برای پایان دادن به جنگ الان به نظر میاد که بیش از هر زمان هست، برای اینکه عملا در نیروهای مخالف دولت اسد به جز در یه مناطق محدودی که هنوز دارن مقاومت میکنن امکانی برای گسترش در واقع درگیری ها دیده نمیشه.
بسیار خوب، بذارین از این موضوع عبور کنیم بریم سراغ موضوع بعد. هفته گذشته گزارش مجلس رو داشتیم در مورد حادثه به هر حال تصادف قطار در سمنان. خب این گزارش در مجلس قرائت شد، بیشتر گفتن که خب مشکلات راه آهن ایران ساختاری است، به خطای انسانی اشاره شده بود و اینکه عدم امداد رسانی به موقع. واقعا آیا این خطای انسانی بود؟ آیا این خطای سیستم یا ساختار نظام راه آهن ایران بود؟ مشکل کار کجاست؟ خب وقتی به اخبار نگاه میکنیم هر دو رو میبینیم، یعنی هم مسئله خطای انسانی اون در واقع مامورینی که در محل حادثه بودن دیده میشه، هم خطای نظارتی مقامات در واقع شرکت راه آهن دیده میشه، و البته در این گزارش مجلس حتی به نقص سیاست گذاری وزارت راه هم اشاره شده، به این دلیل که اون سیستم در واقع کنترل اتوماتیک گفته میشه که به طور مرتب به دلیل اینکه درست عمل نمی کرده خاموش می شده. ولی به هر حال اون چیزی که ما در این گزارش مجلس می بینیم خیلی دقیق نیست، یعنی بیشتر بخشای از گزارش بیشتر به نوعی گمان زنی شبیه به نظر میاد که بخشای فنی اون توسط یک آدم وارد به مسئله تنظیم نشده و تحت تأثیر در واقع ملاحظات سیاسی در مجلس دستکاری شده، بنابراین بعضی از حتی نمایندگان اون روی گزارش دقیق نمیدونن. بنابراین درسته که این گزارش از نظر سیاسی باعث شده که تمایل به استیضاح آقای آخوندی رو افزایش بده، ولی از نظر فنی گزارش دقیقی به حساب نمیاد. ولی حتی بر اساس همین گزارش غیر دقیق هم میتونیم بگیم که نگرانی ها در ایران نسبت به امنیت راهن طبیعتاً باید افزایش پیدا بکنه، برای اینکه بسیار از نشانه هایی که دیده میشه این هست که یک کادر فنی خیلی دقیق در اداره این سیستم وجود نداره و بعضی از تغییراتی که صورت گرفته بیشتر تغییرات مدیریتی سیاسی بوده تا اینکه ملاحظات فنی اهمیت داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردین بحث استیضاح وزیر راه هم مطرح شده. حالا اگه بخوام در یک کلمه بگیم این گزارش بیشتر سیاسی بود یا فنی، شما چی میگید؟ من فکر می‌کنم بیشتر گزارش سیاسیه، برای اینکه هم تلاش اکثریت مجلس هست که زمینه رو برای استیضاح فراهم نکنن و از طرفی اینقدر مسئله خطای در واقع مدیریتی درش آشکار هست که نمیتونن مسئله رو انکار بکنن. بسیار خوب، بپردازیم به کشمکش دولت روحانی با سپاه پاسداران. هفته گذشته سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که پس از 7 ماه قرارداد کنسرسیوم اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران قراردادش رو باید لغو کنه به دلیل اینکه 2 قسط آخر رو پرداخت نکرده. به نظر شما آیا فسخ این قرارداد هزینه هایی برای دولت روحانی خواهد داشت یا برای کنسرسیوم اعتماد مبین؟ من فکر می‌کنم هزینه‌هاش رو در واقع استفاده کنندگان مخابرات در ایران خواهند پرداخت، برای اینکه از روز اولی که این قرارداد به سپاه واگذار شد در دولت آقای احمدی نژاد، حتی در گزارش‌های که در مجلس مطرح شد این مطرح شد که اون شرکت در واقع طرف واگذاری که وابسته به سپاه هست و بخشش هم وابسته به یه در واقع شرکتی هست که زیر نظر آقای خامنه‌ای شرکت سرمایه گذاریه در واقع وابسته به بنیاد موسوم به بنیاد امام، خب معلوم بود که سرمایه لازم رو نمیخواد بذاره. وقتی شما سرمایه گذاری لازم رو نمی کنید، به روز کردن تجهیزات با تأخیر صورت میگیره، کنترل بر در واقع عمل کرده سیستم با تأخیر صورت میگیره، در نتیجه پیامد اون رو بیشتر مردم پرداختن در این چند سال و همینطور برنامه هایی که وزارت ارتباطات میخواسته پیش ببره و نتونست اون برنامه ها رو پیش ببره به دلیل مشکلاتی که داشته. بنابراین پولیه که سپاه پاسداران در این چند سال از پرداخت اون امتناع کرده و الان هم هیچ بحثی از حسابرسی قراردادی که تا الان بسته شده نیست و نهایت کاری که اگر بتونه دولت آقای روحانی بکنه این هست که این قرارداد رو فسخ بکنه، ولی این هم دولت حتی برای این کار هم در شرایط در واقع متعادلی نیست، برای اینکه اون شرکتی که
قرار بود که به جای این شرکت وابسته به سپاه این کار را انجام بده، اون هم الان در شرایطی نیست که در واقع بتونه طرف قرارداد باشه. بنابراین میتونیم بگیم که به این سادگی نیست که مسئله با فسخ قرارداد حل بشه، برای اینکه این شرکت بدهکار هست و تنها پیامد اون این هست که مدیریت مخابرات در ایران در یه شرایطی بحرانی تر از پیش قرار داره. سوال اینجاست که کنسرسیوم اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران نخواسته یا نتونسته به هر حال قسطش رو پرداخت بکنه و شرکت مخابرات آیا ضررده هست؟ شرکت مخابرات با وضعیت فعلی که هست ضررده. اصلا یکی از دلایلی که دولت میخواست واگذار بکنه این بود که یک سرمایه گذار جدید بیاد امکانات تازه رو در اون ایجاد بکنه که ببره به سمت سوددهی، ولی ظاهرا سپاه پاسداران نتونسته این سرمایه گذاری رو فراهم بکنه. معمولا این هست که اینجور شرکت ها یک حامی از بیرون دارن و به این دلیل در واقع به این شرکت واگذار شده. به نظر میاد که حامیان این شرکت در واقع اعتماد مبین حاضر نشدن اون سرمایه لازم رو تامین بکنن و به نظر من بخشش برمیگرده به این که اون گروه هایی که در واقع از نظر سرمایه گذاری در این حد قرار داشتن عمدتاً در چند سال گذشته از رده هایی که بودن در دولت کنار گذاشته شدن و در واقع میتونیم بگیم که اون کل برنامه‌ای که بر اساس همکاری دولت و این شرکت قرار داشت عملا در از وقتی که دولت آقای روحانی اومده درست پیش نرفت. بسیار خوب، بذارین از مدرسه مثلا عبور کنیم، بپردازیم به بحث ممنوعیت تتو در ایران که به موضوع داغ هفته گذشته تبدیل شد. حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران گفتش که با متخلفین برخورد میشه و از این به بعد این خدمات نباید ارائه بشه. چرا یعنی دخالت حاکمیت از حوزه شخصی مثل لباس پوشیدن و اینا از این مرز عبور کرده و به حوزه‌های شخصی‌تر گسترش پیدا کرده؟ عجیبه، برای اینکه میدونیم که تتو یا حالا اون چیز فرم قدیمی ترش که در ایران به صورت خالکوبی حتی وجود داشت هیچ وقت منع شرعی نداشته، یعنی هیچ بر اساس قانونی هم هیچ میدونیم که هیچ منعی نداره و تنها چیزی که میتونیم بگیم برای اینکه اینو توضیح بده در واقع نوعی ادامه تلاش دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامیه برای اینکه فقط مسلط تر بشن به رفتارهایی که از دید اونها در واقع نوعی نشانه ابراز خود هست، با هر گونه ابراز خود به این شکل عملا در ابعاد مختلف مخالفت میشه. اتفاقا کاربران فضای مجازی هم نسبت به این مسئله با طنز و شوخی واکنش گسترده‌ای نشون دادن. من برای حسن ختام برنامه چند تا از این واکنش ها رو میخونم. یکی از کاربران توی فیسبوک نوشته چند ماه کار اطلاعاتی کردن یه تتوکار رو بگیرن، دو بار خونه ما رو دزد زد هیچ وقت پیداش نکردن، سرتون خلوت شد یه کار اطلاعاتی هم برای دزدا بکنید، آفرین. یکی از کاربران توییتر هم نوشته بود که کنترل ریخت و لباس و سر و شکلمون دیگه حکومت رو ارضا نمی‌کنه، بازی جدید نفوذ به لایه‌های زیرینه. و یه کاربر دیگری هم نوشته که پایه‌های نظام با تتو زدن هم می‌لرزه. بسیار ممنونم از حضور شما در برنامه. از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. اگر به دنبال تحلیل‌ها و تفسیرهای بیشتری درباره اخبار و مسائل روز هستید، پیشنهاد می‌کنم برنامه پنجره روبه‌خانه پدری و تفسیر خبر شبکه ایران فردا را از دست ندهید. این برنامه و دیگر برنامه‌های این شبکه از طریق وبسایت ایران فردا، صفحه فیسبوک و یوتیوب در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق راه‌هایی که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید در میان بگذارید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهیم بود، از طرف خودم و آقای رمضان پور شب و روز خوبی را برای شما آرزو دارم.